و اما امشب روز دهم شهریور خبرگزاری‌ها از بغداد گزارش دادند که برای نخستین بار از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین مسئولیت حفاظت از اردوگاه اشرف که محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق است به نیروهای عراقی واگذار شده است. اردوگاه اشرف در شرق استان دیاله که هم مرز ایران است در دهه 80 میلادی پس از گریز هزاران نفر از افراد مجاهدین به عراق به صورت پایگاه اصلی این گروه مخالف جمهوری اسلامی درآمد. از چندی پیش از واگذاری حفاظت اشرف به دولت بغداد برخی هواداران سازمان مجاهدین خلق نسبت به خطراتی که اعضای آن را در صورت واگذاری کنترل اردوگاه تهدید می‌کند هشدار داده بودند و تظاهراتی نیز در برابر دفتر صلیب سرخ در پایتخت آمریکا برگزار کردند تا از صلیب سرخ بخواهند که جلوی بروز آنچرا که آنها یک فاجعه انسانی می‌خوانند بگیرد. ترس و بیم مجاهدین این است که نیروهای تحت فرمان دولت عراق به واسطه نزدیکی سران دولت بغداد با حکومت جمهوری اسلامی افراد سازمان را یا به زندان انداخته و شکنجه دهند و یا آنها را به ایران تحویل دهند. گفتنی است که مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی تهیه شده توسط وزارت خارجه آمریکا قرار دارد، ولی اعضای آن از سوی نیروهای آمریکایی در عراق پس از خلع سلاح این سازمان و ضبط حدود 300 تانک این گروه موقعیتی غیر رسمی دریافت کرده و تحت نظارت نیروهای ائتلاف قرار گرفتند. امشب در مورد سرنوشت افراد مجاهدین در اردوگاه اشرف و اصولاً آینده این گروه گفتگو میکنیم با آقای علیرضا جعفرزاده، سخنگوی پیشین شورای ملی مقاومت که اکنون ریاست یک گروه خصوصی به نام شرکت مشاوره سیاست‌های استراتژیک را در واشنگتن بر عهده دارند. آقای جعفرزاده سلام، خوش آمدید به صدای آمریکا. خیلی متشکرم، با تشکر از دعوت من به این برنامه و با سلام به همیهنان عزیز در سراسر ایران و در هر کجای جهان. خب در ابتدا باید این رو از شما سوال کنم که آیا سخنان شما را باید در حکم اظهارات رسمی سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت دانست امشب؟ اخیر همونطور که میدونین که مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در واشنگتن دفتری ندارن، ولی من با بهترین درکی که از اوضاع و قضایا دارم و اخبار رو دنبال کردم و ارتباطات دارم، فکر میکنم که بتونم تصویر روشنی از قضایا در اونجا به شما بدم. یعنی منعکس کننده صحبت سیاست‌های سازمان مجاهدین خلق از صحبت‌های شما امشب؟ بخیر، برداشت من از سیاست‌های سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت. خب آقای جعفرزاده بفرمایید، اول در این اردوگاه اشرف چه می‌گذرد؟ این اردوگاه میگویند مثل شهر هستش، درسته؟ دقیقاً، این اتفاقاً صفتیه که بسیاری از فرماندهای آمریکایی به اشرف اطلاق میکنن، الان بهش میگن شهر، ولی واقعیت اینه همونطور که شما گفتین از 1986 که قرارگاه اشرف شکل گرفته به این صورت نبود. یک زمین خشک لمگزره بیابونی بوده با چند تا ساختمون متروکه که مجاهدین خلق اونها رو ساختن و تأسیسات متعددی تو اونجا درست کردن و الان یک مجموعه وسیع هستش از مجموعه ورزشی، مراکز خرید، دانشگاه، مراکز آموزشی، بیمارستان و درمانگاه که اتاق عمل داره و حتی بهداری که در اختیار شهروندان عراقی هستش که به رایگان اونها رو در واقع درمان میکنن در این درمانگاه. انواع اقسام عملهای جراحی اونجا انجام میشه، به استثنای جراحی مغز و قلب تا اونجا که من میدونم بقیه جراحی اونجا انجام میشه. تأسیسات ورزشی بزرگ، استادیوم بزرگ که اتفاقا اسمش امجدیه هست، 6 تا استخر سایز المپیک داره، پارک و مراکز متعدد موسیقی و آموزشی، مزار، موزه، یه مسجد بزرگ به نام مسجد الزهرا و کارگاه‌های متعدد تولیدی که در اونجا ساختمان‌های پیش ساخته، در و پنجره، تأسیسات الکترونیکی، تهویه و غیره ساخته میشه و به فروش میرسه. در واقع اصلی ترین ممر درآمد ساکنین شهر اشرف کارهای تولیدی هستش که خودشون اونجا انجام میدن با کیفیت بسیار بالا و بنابراین یک مجموعه، یک شهر مستقلی هستش که روی پای خودش تمام عیار، تمام تأسیسات خودش درست کرده، جاده‌هاش خودش ساخته، لامپاش خودش ساخته، تأسیسات آب، برق رسونی و همه اینها رو تشکیل داده. و اما افرادش که چه کسانی تو این قرارگاه هستن، در یه جمله بگم که
بخش قابل توجه از کسانی که در قرارگاه اشرف قرار دارن کسانی هستن که سالها زندگی سیاسی بودن تو ایران. بسیار از خانواده هاشون اعدام شدن توسط رژیم خمینی. الان یه لیست جلوی من هستش که 20,000 نفر از اعضای مجاهدین خلق که منتشر کردن اخیراً با عکس و مشخصات که اعدام شدن توسط رژیم و بسیاری از خانواده های اینها الان در قرارگاه اشرف هستند. در میونشون جوانان و زنان قرار دارند. بسیاری از دانشجویانی که در تظاهرات دانشجویی سال 1999 تابستون 99 و بعد از اون شرکت داشتن و خطر دستگیری اونها بود، اینها ایران رو ترک کردن و به قرارگاه اشرف پیوستن. بسیار از معلمین کارگران که در تظاهرات شرکت داشتن الان در قرارگاه اشرف هستن. بنابراین یک مجموعه هستش از یک شهر با ساکنینی که برای مبارزه با رژیم بلند شدن و قصد آزادی ایران رو دارن. این دانشجویی که می‌فرمایید، من برای اولین بار می‌شنوم که دانشجویی که در تظاهرات 99 شرکت داشتن به اردوگاه اشرف، اینو من البته در خبرگزاری‌ها جای دیگه ندیده بودم. اتفاقا همین اخیراً یه برنامه بود که نزدیک 50-60 نفر از اون دانشجویان مصاحبه مفصلی داشتن و تک تک خاطرات و سوابقی که در اون مبارزات داشتن رو بازگو کردن برای بیننده ها. در کجا؟ در تلویزیونی که به نام تلویزیون سیمای آزادی بلد. که وابسته و در ارتباط با مجاهدین است. آقای جعفرزاده، جنرال محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در خبری که در مورد انتقال واگذاری این اردوگاه اظهار داشته بود، گفته بود که برخلاف شایعات هدف تسخیر اردوگاه نیستش، میخوایم حفاظتش رو بر عهده بگیریم. هدف واقعا چی هست؟ فکر میکنید چرا نیروهای عراقی در این زمان از نیروهای ائتلاف حفاظت اینجا رو به عهده میگیرن؟ حتما برای که بتونم خوب پاسخ سوال شما رو بدم و اینکه اصلا موضوع چیه و صورت مسئله چی هست، میخوام به دو تا مسئله اشاره بکنم. یکی موقعیت قانونی و حقوقی قرارگاه اشرف و ساکنین شهر اشرف هست و یکم وضعیت سیاسی اونجا که داستان چی هست. اولا به لحاظ قانونی تک تک نفراتی که الان در قرارگاه اشرف حضور دارن افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند، یعنی به این مفهوم که به دلیل اینکه در جنگ 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد شرکت نداشتن و هیچ طرف رو نگرفتن، بنابراین افراد به اصطلاح سیویل محسوب میشن و حفاظت اونها تحت کنوانسیون 4 ژنو بر عهده نیروی اشغالگر یعنی ایالات متحده آمریکا است. این چیزی هستش که ایالات متحده آمریکا بعد از 16 ماه بررسی تمام اسناد و مدارک و وضعیت تک تک نفرات رسما اعلام کرد. این بیانیه هستش که نیروهای چند ملیتی عراق در تاریخ 2 ژوئیه 2004 اعلام کردن و اعلام کردن که تک تک نفرات مستقل در قرارگاه اشرف افراد حفاظت شده هستند. معنی این چیه؟ معنی اینه که افرادی که حفاظت شده هستند به هیچ وجه کسی حق نداره و نمیتونه اونها رو جابجا بکنه، برخلاف میلشون اونها رو اخراج بکنه و یا به کشور و جای و تحت اتوریته بفرسته که خطر اونها رو تهدید بکنه. بایسته به اونها با احترام کامل رفتار بشه، حقوق و آزادی سیاسی و مذهبی اونها رعایت بشه و بنابراین به همین دلیل هم در 5 سال گذشته این قرارگاه توسط نیروهای چند ملیتی مشخصا با مسئولیت ایالات متحده آمریکا حفاظت میشه در مقابل خطرات و احتمالاتی که میتونه سر جانب رژیم ایران باشه. الان دقیقاً به چه شکل هست این انتقال که دادن، حفاظت این اردوگاه رو انتقال دادن به نیروهای عراقی؟ الان دقیقاً نیروهای عراقی کجا قرار گرفتن؟ والا این چیزی هستش که بیشتر دودن